واشنگتن پست: با تایید دونالد ترامپ، پنتاگون دست به حملات سایبری علیه رژیم ایران زد. دونالد ترامپ: آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های بیشتری را علیه رژیم ایران اعمال می‌کند. تجمع‌های اعتراضی در خوش و اسفراین. روزنامه واشنگتن پست یک مقاله‌ای از حملات سایبری وزارت دفاع آمریکا علیه سامانه‌های موشکی رژیم آخوندی خبر داد. این روزنامه در گزارشی با عنوان با تایید دونالد ترامپ، پنتاگون دست به حملات سایبری علیه رژیم ایران زد نوشت: دونالد ترامپ یک حمله سایبری برای از کار انداختن سیستم کامپیوتری رژیم ایران که برای کنترل و شلیک راکت و موشک به کار می‌رود را مورد تایید قرار داد. بنا به گفته دو تن از پرسنل، حمله به سپاه پاسداران با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد. این عملیات هرچند که برای سیستم فرماندهی و کنترل نظامی رژیم ایران فلج کننده است، اما تلفات انسانی ندارد. دونالد ترامپ روز شنبه مجدداً ضمن انتقاد از توافق هسته‌ای سال 94 با رژیم ایران گفت: روز دوشنبه تحریم‌های بیشتری علیه رژیم ایران اعلام خواهد شد. به گفت رژیم ایران نمی‌تواند تسلیحات اتمی داشته باشد. در توافق وحشتناک اتمی در زمان اوباما، آنها در مدت کوتاهی در مسیر کسب سلاح اتمی بودند و راستی آزمایی موجود قابل قبول نیست. ما روز دوشنبه تحریم‌های بیشتری را بر رژیم ایران اعمال می‌کنیم. جمعی از مردم خاش در اعتراض به وضعیت جایگاه‌های سوخت و مصادره سوخت‌ها توسط ایادی رژیم در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. دانشجویان مجتمع آموزش عالی اسفراین واقع در خراسان شمالی روز شنبه در اعتراض به بیکفایتی کارگزاران رژیم در این مجتمع آموزشی تجمع کردند. الوطن کویت در گزارشی از تظاهرات واشنگتن نوشت: نمایندگان و سیاستمداران آمریکایی که در تظاهرات گسترده ایرانیان مخالف رژیم تهران در واشنگتن مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کردند، خواستار حمایت از اپوزیسیون ایران برای تغییر رژیم ایران شدند. در این تظاهرات رابرت توریسلی گفت: می‌خواهم به اعضای کنگره و کاخ سفید یادآوری کنم که رژیم آخوندها اصلاح‌پذیر نیست. برد شرمن نماینده کنگره آمریکا گفت: این رژیم به اعدام جمعی و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و گسترش تروریسم در منطقه شناخته می‌شود و ما با ایرانیان شجاعی که برای فصل جدیدی از تاریخ این ملت عظیم مبارزه می‌کنند ابراز همبستگی می‌کنیم. خبرگزاری عکس بین‌المللی گتی ایمیج با انتشار مجموعی از عکس‌های تظاهرات واشنگتن از جمله نوشت: مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت شورای ملی مقاومت ایران از طریق ویدئو در یک گردهمایی در خارج از وزارت خارجه آمریکا در حمایت از تغییر رژیم در ایران سخنرانی کرد. ایرانی‌های مقیم ایالات متحده روز جمعه در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با خواست تغییر رژیم آخوندی در تهران تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان بنرهایی در دست داشتند که رژیم ایران را محکوم می‌کرد. آنها به تغییر سردمداران این رژیم فرا می‌خواندند. معترضان شعار می‌دادند: تغییر تغییر. آنها همچنین به ضرورت دخالت جامعه جهانی برای نجات مردم ایران از حاکمان کنونی که طی 4 دهه گذشته فساد و سرکوب را گسترش داده‌اند فرا خواندند. این تظاهرات مورد توجه گسترده خبرگزاری‌ها و تلویزیون‌های خبری آمریکا قرار گرفت.